درود و مهر فراوان بر شما. احتمالاً روی اسیلوسکوپ شما اکسترنال تریگر وجود داره یا تریگر خارجی. میخوایم در مورد این صحبت کنیم. من این تریگر رو میخوام رو مدار RC بهتون نشون بدم. مدار RC همون مقاومت و خازن هست که در مدارات آنالوگ کاربرد زیادی داره. مثلا تو مدارات آمپلیفایر، بخش فیلترها و بیشتر بخش‌های مدار RC وجود داره. من در اینجا اون آماده کردم. یک مقاومت 10 کیلو و یک خازن 104 به صورت سری بسته شده. پس این میشه RC. ما میخواییم زمان شارژ و دشارژ این خازن رو ببینیم، ولی به کمک تریگر خارجی، نه تریگر کانال 1 یا 2 اسیلوسکوپ. پراپ رو یادتون باشه رو 10X بذارید. تو حالت عادی و به کمک تریگر کانال 1 یا 2 تریگر اسیلوسکوپ رو تنظیم میکنیم. شاید شکل موج دقیق نباشه و یا تنظیم نشه، نوسان داشته باشه، حرکت داشته باشه، ثابت نشه، ولی با تریگر خارجی شکل موج کاملا دقیق و واضحه. ما وقتی شکل موج رو وارد میکنیم به کمک فانکشن جنراتور که اینجا رو میز منه، هم مدار RC تحریک میشه و همین که اسیلوسکوپ تریگر میشه. حالا اگه از کانال 1 یا 2 برای تریگر استفاده کنیم، ممکنه نویز یا تأخیر تو مدار شکل موج رو به درستی نشون نده. اسیلوسکوپ وقتی پالس رو دریافت کنه، نمایش شکل موج از همون لحظه شروع میشه. پس ما میخوایم تریگر خارجی رو در اسیلوسکوپ بررسی کنیم و اون رو مدار RC بررسی میکنیم. حالا در مورد مدار RC ما میخوایم اول تاو یا تاو رو بررسی کنیم. ما میدونیم تو مدارات RC سری که همینجا بهتون نشون دادم، وقتی یک ولتاژ، مثلا ولتاژ مربعی یا همین سیگنال PWM به خازن یا به مدار بدیم، خازن بلافاصله شارژ نمیشه، بلکه این شارژ به تدریج صورت میگیره. این روند شارژ و دشارژ رو ما میگیم تاو. در واقع ثابت زمانی داره به ما نشون میده که چقدر زمان لازمه تا ولتاژ خازن به 63% مقدار نهایی خودش برسه. به عنوان مثال ما 5 ولت میدیم و بعد از یک تاو که مثلا 1 میلی ثانیه، ولتاژ میشه 3.15 ولت، یعنی 63% از 5 ولت. من قبلا ثابت زمانی رو تو یک ویدیو کامل شرح دادم. حالا به طور کلی 1 تاو میشه 63%، 2 تاو میشه 86%، 3 تاو 95%، 4 تاو 98% و 5 تاو 99% که اینا رو عملا رو اسیلوسکوپ میبینیم. پس به طور کلی اگر 5 واحد زمانی بگذره، خازن تقریبا شارژ رو دشارژ میشه. من اینجا از مقاومت 10 کیلو و خازن 100 نانو دارم استفاده میکنم. حالا بریم رو اسیلوسکوپ و عملا اینا رو ببینیم. برای که بتونیم مدار RC رو اندازی کنیم، باید فانکشن جنراتور رو با یک سیگنال مربعی اینجا وصل کنیم. گراند یا 0 ولت میشه اینجا، همون گیرش سوسماری. من قبل از این کار اول فانکشن جنراتور روشن میکنم رو اسیلوسکوپ شکل موج رو بهتون نشون بدم و بعدم به مدار متصلش میکنم. این خروجی فانکشن جنراتور، منفی به منفی، خب اینجا با تریگر رو تنظیم کنیم. یا با دکمه اوتو بزنم. خب این شکل موجیه که ما میخوایم استفاده کنیم، ولی فرکانس رو میخوام کم کنم. خب رو فرکانس 100 هرتز وایسم. تو آنالوگ خود تنظیم سخت. خب این فرکانس 100. این شکل موجیه که ما داریم میبینیم. اگر حالا ما اینو وارد مدار RC کنیم، خازن بلافاصله شارژ و دشارژ نمیشه، طبق ثابت زمانی حرکت میکنه. ولی تریگر چی؟ من اول به صورت عادی اینو متصل میکنم، ببینیم چه اتفاقی میفته، بعدن تریگر خارجی میدم. پس فانکشن جنراتور به ابتدای مقاومت، اسیلوسکوپ بعد از مقاومت، این ور خازن منفی ها رو بس میکنم. فانکشن جنراتور اینجاست، اسیلوسکوپ بعد از مقاومت. شما اینجا دارید ثابت زمانی رو میبینید. دقت بفرمایید، خازن داره شارژ میشه به صورت منحنیه، یعنی تا اینجا یک تاو هست 63%، بعدن میاد بالا. من ولتاژ پیک تو پیک رو فعلا رو 4.2 دهم، اجازه بدین رو 5 ولت ببرم. ولتاژ رو دارم افزایش میدم، این الان 5 ولت، فرکانس هم 100.
پس ما داریم میبینیم که موج مربعی یا شکل موج مربعی در این مدار به آرامی داره خازن رو شارژ میکنه. پس خازن به طور ناگهانی شارژ یا دشارژ نمیشه. ما برای که بتونیم شکل موج رو ببینیم، من اومدم دکمه اوتو رو زدم یا باید تریگر رو تنظیم کنم. اگر تریگر تنظیم نباشه دقت بفرمایید، شکل موج حرکت میکنه، درست نیست، دقیق نیست. حالا من میام از تریگر خارجی استفاده میکنم. چیکار باید بکنیم؟ یه کابل میخوام، اینو وصل میکنم به تریگر خارجی. تنها کاری که باید بکنیم، فانکشن جنراتور سیگنال رو داده مدار RC، همین سیگنال باید وارد تریگر بشه. پس منفی به منفی، مثبت به مثبت فانکشن جنراتور، به ابتدای مقاومت. خب اتفاقی نیفتاد، برای اینکه تنظیم نیست. در بخش تریگر دکمه منو میزنم، در بخش مود میذارمش رو حالت ایج یا لبه، در بخش سورس میذارمش روی اکسترنال. در اینجا لبه بالا رونده یا پایین رونده رو میتونم انتخاب کنم. فعلا من اینو میبرم روی بالا رونده. اگر این دکمه رو بچرخونم لیول رو، دیگه هیچ تأثیری نداره. وقتی تریگر وصله، شکل موج پایدار و بدون نوسان رو داریم. اسیلوسکوپ دقیقا میدونه از کجا شروع به نمایش سیگنال کنه. مثلا از نقطه بالا رونده شروع میکنه و شکل موج شارژ و دشارژ رو به صورت ثابت، این خیلی مهمه، به صورت ثابت داره به ما نشون میده. ما میتونیم برای اندازه‌گیری دقیق از این استفاده کنیم. ولی اگه تریگر رو جدا کنم، چون هنوز شکل موج هست، ما شکل موج رو خواهیم دید. الان من تریگر رو آزاد میکنم، ولی ناپایداره، نوسان داره، در حال حرکته. اسیلوسکوپ نمیدونه از کجا باید شکل موج رو شروع کنه، به خاطر همین به حالت لرزان دیده میشه. این برای اندازه‌گیری دقیق مناسب نیست. پس من دوباره تریگر رو وصل میکنم. الان شکل موج کاملا پایدار. در مدارات شبیه این که شکل موج‌ها تکراری هستن، مثل مدار RC، بهتره که هر موقع خواستیم ما اونا رو تحلیل کنیم از یک تریگر خارجی استفاده کنیم. شکل موج دقیق اندازه‌گیری‌های دقیقی به ما میده. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.